عبدالکریم سروش هم که این ایشون هستن. البته بگم ایشون عبدالکریم دباغ هستن دوستان. این فامیل سروش رو نمیدونم دزدیده چجوری برداشته رو خودش گذاشته. ما والا یکی از دوستان با نام سروش میشناسیم، بسیار انسان درست و وطن پرستی است. حالا این تا آقای عبدالکریم دباغ که نام سروش رو هم مصادره کرده و دزدیده و روی خودش گذاشته، حالا اصلا همین آقا کی بوده؟ استاد ایشون کی بوده؟ خودتون میدونید که مثلا ما دو تا دباغ داریم کلا. تو این مثلا دباغ ها سرچ کنید میبینید که دو تا دباغ تو این انقلاب و اینها خیلی فعال بودن. یکیش این هست، یکیش هم خانم مرضیه دباغ هست دوستان. این مرضیه دباغ هست و به قول این شب به خواب آدم بیاد ببینید این خانم مرضیه دباغ و خمینی، همه جا پشت خمینی بوده. این غذای خمینی رو هم میگفتن این میچشیده ببینن توش سم ریختن نریختن، همه جا ده پلو خمینی، در کنار خمینی، از یاران خمینی. این یکی از تروریست های بزرگ این بوده که در زندان های شاه به درستی در زندان های شاه میبینید که اینجا زندانی بوده که بعدش آزاد میشه. و اینها جالبه، حالا یک امروز رفتم داشتم اینها جستجوهایی میکردم ببینم این دوتا دباغ، این یعنی مرضیه دباغ و عبدالکریم دباغ ملقب به سروش، با همدیگه اصلا ارتباطی دارند یا نه. و رفتیم و به یک نتایج خیلی جالبی رسیدیم. دیدیم که بذارید این آقا خانم این دوتا رو بذارم کنار هم. یه آخوند به اسم حجت الاسلام سید صادق موسوی شیرازی، اسمش یه کامیون هم نمیکشه، اومده و گفته که این زمانی که این مرضیه دباغ از کشور فرار کرده بود و به لندن رفته بود، این سروش هم اونجا دانشجو بوده و این سروش هم گویا خیلی آدم همین تو نخ دختربازی و از این جور کارا بوده. به بهونه خواستگاری خلاصه بلند میشه میره بیمارستان، به بهونه عیادت بلند میشه بیمارستان و خواستگاری میکنه از این دباغه. و خلاصه اینم میگه که نه تو اومدی از من خواستگاری کنی یا از دختر چهارم پنجمم، یه تیکه به اون میندازه. خب اینا نگاه نکنید حالا تو این روسری موسری و ریش و پشم و اینا، اون پشت مشتا کارهایی میکردن به هر حال با هم دیگه. حالا اینا رو مثلا این آخونده به اسم، بذارید آخونده رو هم بهتون نشون بدم، این آخونده داره تعریف میکنه که اینها چه میکردند اون پشت مشتا با هم. بعد جالب هست که چندین سال بعد هم همین خانم دباغ، این که الان رو تصویر هست همین حجت الاسلام سید صادق موسوی شیرازی است، این خانم دباغ چند سال بعد هم میگه یه بار سروش یکی از شاگرداش رو فرستاد و چند سال بعد که این شده بود نماینده مجلس و پیام داد که پاتو از کفش من بیرون بکن. چندین سال بعد از انقلاب هست دوستان. حالا چه کفشی بوده، چه پایی بوده، جریانات اینا با هم چی بوده، جی جی باجی بودن چی بودن، خلاصه یه کارایی میکردن. اینم گفته نه تو زنت رو که همه یه خرج زندگیت رو، این داره به سروش میگه، همه یه خرج زندگیت رو میداد و تو رو به اینجا رسوند و اینها، طلاق دادی و برو به فکر دخترت باش و به فکر زن گرفتن برای پسرت باش. خلاصه اینها یک جریاناتی با هم داشتن دوستان. من این رو چون جالب بود و بهش برخوردم دارم میگم. اون عبدالکریم دباغ ملقب به سروش با این مرضیه حدیدچی، حالا این اسمش مرضیه بوده، خمینی بهش میگفته خواهر طاهره. خمینی اینو خواهر طاهره صدا میکنه، هر کسی دیگه اینا میبینه خمینی مثلا این با اون بوده، اینا میدونم این
جریانات داشتن با هم دیگه. حالا جریانات شاید بعدها بیرون بیاد این داستان هایی که اینها با هم انجام میدادن. خلاصه